این شهروندان نیویورک در آستانه سال نو میلادی منتظر دریافت کمک های غذایی از سوی این سازمان خیریه هستند. با ادامه شیوع ویروس کرونا در آمریکا و رکود اقتصادی در این کشور بار دیگر تقاضا برای دریافت حقوق بیکاری افزایش پیدا کرده. اما از صبح یک شنبه و در پی حل نشدن اختلاف کنگره و رئیس جمهوری آمریکا دریافت مزایای بیکاری میلیون ها نفر متوقف شد. از کنگره می خواهم که این مصوبه را اصلاح کند و کمک 600 دلاری مسخره را به 2000 دو دلار و برای متأهل ها به 4000 دلار افزایش بدهد. همچنین از کنگره می خواهم هزینه های غیر ضروری و بیفایده را از این مصوبه خارج کند، آن را برای من بفرستد. اشاره دونالد ترامپ به مصوبه 900 میلیارد دلاری اخیر کنگره آمریکاست که برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا تصویب شد. بسته مشوق مالی کنگره که بخشی از بودجه 4 تریلیون دلاری است و منابع بودجه دولت فدرال را تا سپتامبر سال 2021 تعمین می کند پس از گفتگوهای طولانی رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره نهایی شد. در این مصوبه به غیر از حقوق بیکاری برای اکثر امریکایی ها یک چک 600 دلاری در نظر گرفته شده که با اعتراض دونالد ترامپ روبرو شده است با خودداری رئیس جمهوری آمریکا از امضای این مصوبه تا روز یکشنبه بیش از 11 میلیون نفر در این کشور مزایای بیکاری خود را از دست دادند و با تعطیلی دولت فدرال میلیونها نفر از کارمندان هم حقوقی دریافت نخواهند کرد اما این بار این حزب دموکرات نیست که با آقای ترامپ مخالفت می کند بلکه هم حزبی های جمهوری آمریکا هستند که با افزایش کمک نقدی به شهروندان آمریکایی مخالفند. پنجشنبه گذشته جمهوری در مجلس نمایندگان آمریکا مانع تصویب بسته پیشنهادی دموکرات ها برای پرداخت 2000 دلار به هر نفر شدند. رهبران جمهوری خواه کنگره میگویند افزایش کمک های مالی باعث افزایش هزینه های دولت فدرال خواهد شد. از سوی دیگر جمهوری خواهند خواستار کاهش کمک های مالی خارجی در بودجه سال آینده هستند. موضوعی که با مخالفت دموکرات های کنگره روبرو شده. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ضمن هشدار نسبت به پیامدهای به او ویرانگر اجرا نشدن این مصوبه از دونالد ترامپ خواسته بود فورا آن را امضا کند بخشی از این بسته حمایت مالی شامل کمک هزینه بیکاری و کمک مالی مستقیم به خانواده های کم درآمد است که مبالغ آن به فرمانداری ها و شهرداری ها ارسال خواهد شد این بسته دومی مشوق مالی بزرگ در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود و میلیون ها نفر در انتظار دریافت کمک مالی در شرایط سخت ناشی از کرونا هستند. این خیلی مهمه. 600 دلار باشه یا 2000 دلاری که دونالد ترامپ پیشنهاد داده. برای منی که به سختی زندگیم رو میگذرونم خیلی اهمیت داره. با سر رسیدن ضرب العجل امضای این مصوبه و بازنشدن نشدن گره اختلاف دولت و کنگره به نظر می رسد مسئولیت رسیدگی به آن به دولت بعدی آمریکا موکول خواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا